اردوی اسرائیل روز یکشنبه ویدیویی را منتشر نموده است که عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل در غزه را نشان می‌دهد که شمار از تعمیرات را در ساحات مشخص ناشده در مصرع خود را نظارت را جستجو می‌کنند. اسرائیل با وجود تقاضاهای جامعه جهانی برای آتش بس و قطعنامه ملل متحد به حملات خود برای از بین بردن ملیشه‌های گروه حماس در غزه ادامه می‌دهد. روز شنبه نیروهای اسرائیلی دو فلسطینی را در ساحل غزه کشتند و یک تن دیگر زخمی شد. در ویدیویی که منتشر شده است، کشته شدن این دو تن را نشان می‌دهد. اردو اسرائیلی ادعا می‌کند که به دلیل نادیده گرفتن هشدار قوای آنها این افراد هدف قرار گرفتند. وزارت صحت در کنترل حماس روز شنبه گزارش داد که در ظرف 24 ساعت گذشته 82 نفر توسط اردوی اسرائیل کشته و 98 نفر دیگر در مناطق ساحلی تحت محاصره اسرائیل زخمی شدند. این در حال است که شمار از اسرائیل ها در تل ابیب در اعتراضات شرکت نمودند و به خاطر عدم رسیدگی به وضعیت گروگان های اسرائیلی در قید حماس اعتراض کردند. ما به خاطر در اعتراضات ضد حکومتی که خود را قانونی می داند شرکت می کنیم که قانونیت ندارد. این حکومت از 7 اکتبر بدین سو با گذشتن از 4 چوکات قضایی ما را ضعیف ساخته است و در برابر افراد ملکی بی تفاوت هستند. آنها بودجه ای را تصویب کرده اند که با وضعیت جنگ و بحرانی که ما در آن قرار داریم ربط ندارد. فلسطینی ها نیز در کرانه‌های غربی رود اردن به مناسبت روز زمین با اعتراضات پرداختند و جنگ غزه در طول سال گذشته را برجسته ساختند. ما و تمام مردم آزاد جهان در این تلاش ها متحد هستیم که از مردم غزه و مقاومت آنها حمایت کنیم و از ساحات فلسطینی مراقبت نموده و برای اعاده حق خود مختاری مردم فلسطین مبارزه کنیم. شمار از نهادهای بشری ملل متحد روز شنبه به خاطر مراقبت از جان مردم فلسطینی و رسانیدن کمک های بشری خواهان برقراری آتش بس فوری در غزه شدند. صندوق وجهی کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که هیچ جا در غزه برای کودکان فلسطینی مسئول نیست و باید آتش بس فوری برای حفظ جان کودکان برقرار شود و کمک های اولیه به مردم رسانیده شود. این در حال است که سازمان صحی جهان نیز روز شنبه گفته است که حدود 9000 بیمار برای رسیدگی به مراقبت های صحی حیاتی باید سریعا از غزه تخلیه شوند. رئیس این سازمان از اسرائیل خواسته است تا تخلیه افراد نیازمند و مریضان اسرائیلی را تایید کند. همزمان با این روز یکشنبه محموله های کمک های بشری در حال از هوا به غزه پرتاب شد که اردو اسرائیل به حملات خود در مناطق محاصره شده ادامه می دهد. این که محموله ها مربوط کدام کشور است مشخص نشده است. پرتاب بسته های کمک ایالات متحده و سایر کشورها در مقایسه با انتقال کمک ها توسط لاری ها کمتر بوده و بیشتر خطرناک محسوب می شود. مقامات ملل متحد و گروه های مدافع حقوق بشر از روند پرتاب بسته های کمک های بشری انتقاد کردند و گفتند که نمی تواند یک روش درست برای رسیدن کمک برای مستحقین در منطقه باشد. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.